نشست خبری با حضور سخنگویان ولایت‌های شمال کشور به منظور ارائه گزارش از تلفات، خسارات و کمک‌های ارائه شده به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر راه اندازی شده است. تلفات بیش از 40,000 راس مواشی در 5 ولایت شمال، جان باختن دست کم 10 تن، تخریب بیش از 10 منزل مسکونی و حریق 5 درمن حولی از مهمترین خسارات وارد شده در اثر حوادث طبیعی به ویژه برفباری های اخیر دانسته می شود. موسسات باید په دې برخه کې جدی همکاری وکړي، کوشش وکړي چې هغه خلکو ته چې ځان رسېدلی دی د هغو د ستونزو د حل په مورد کې باید موسسات کوشش او هڅه وکړي. همداراز هغه لارې چې خرابې شوي دي د واورو د باران په سبب باندې موسسات باید د اسلامي عمارت د مسؤلینو او د دغې کمیټې سره په څنګ کې هڅه او کوشش وکړي چې دغه لارې په بشپړه توګه سمې شي او جوړ شي. د لومړي معلوماتو له مخې چې د کمیټې سره دی او موږ سره شریک کړي دي، داسې لکه 1599 واړه غټ څاروي دا طرف شوي دي، له منځه تللي دي، او 9925 څاروي نور د بیړنیو مرستې په مټ سره دوی ژغورل شوي دي او دوی دا مرستې رسېدلي دي. مسئولان می افزایند که خدمات اولیه برای نیازمندان و خانواده های آسیب دیده انجام شده، اما برای جبران خسارات مالی نهادها و افراد خیر، تاجران و مؤسسه های داخلی و خارجی باید در هماهنگی با حکومت کمک رسانی کنند. کمک هایی که به ولسوالی ها شد پول و نقد بود و همچنان کمک های مالی از قبیل مواد خوراکی باشد، سیتای صحی بود، کمپل بود، نان خشک بود و غیره برای مردم کمک شد. چالش ها در ولایت سرپل در وقت حوادث اضطراری که پیش میشه، نبود سرک های معیاری در مرکز و ولسوالی های دهگانه است، نبود ماشین های قوی در بخش حالات اضطرار از قبیل ماشین های برف پاکی و نبود مواد خوراکه در حالت اضطرار برای انسان های نیازمند و مالداران آسیب دیده. با این همه در اثر برفباری های شدید 6 روزه در کشور به ویژه ولایت های شمال، روند زندگی مردم با دشواری های جدی مواجه شده و باشنده های این ولایت ها خواستار توجه جدی حکومت شدند.